بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم که تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز در این برنامه فوق‌العاده با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. چرا فوق‌العاده است؟ بعد از 3 سال بالاخره فرصتی پیش آمد تا با آقای احمدعلی مسعود انصاری باشیم. اونایی که ایشون رو میشناسن که خوب میشناسن، اونایی که نمیشناسن یه توضیح کوتاه بدم که آقای احمدعلی مسعود انصاری مشاور شاه بودن، مشاور سابق آقای رضا پهلوی بودن، در ایران استاد دانشگاه ملی بودن، نویسنده چندین کتاب بودن و اینکه امروز هم در آمریکا هستند. با شما اگر شما پرسشی دارید بپرسید، ایشون یا در همین برنامه یا در برنامه آینده به شما پاسخ میدن. فیسبوک دارن، از طریق فیسبوک باهاشون میتونید در تماس باشید با همین اسمی که نوشته شده. من بدون اتلاف وقت به ایشون سلام میکنم، خوش آمد میگم و ازشون میخوام که بحث امروز رو که مقارن هست با روزی که شاه از ایران رفت، یکی دو روز جلو عقب فرقی نداره، به رفتن شاه از ایران اختصاص بدن و خود ایشون در جریان بودن، حتی مدتی با شاه بودن و به قول معروف میکروفون در اختیار ایشون. آقای انصاری خوش آمدید، میکروفون در اختیار شماست، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید. جناب سربی، منم از شما تشکر میکنم، از بینندگان تشکر میکنم که تحمل میکنن من رو و برنامه رو با نام خدا شروع میکنم و من همیشه برنامه هایی که با هم داشتیم هم با نام خدا شروع کردم، به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و به غیر از او خدایی نیست و هرچه که هست از اوست و از او آمده ایم و به سوی او باز میگردیم. من به لطف خدا، چون امروز بحث ما در مورد رفتن شاه هست، این 1 سال من خب از 15 سالگی شاه رو می دیدم و با شاه نزدیک بودم به خاطر نسبتی که با خانوم فرح پهلوی داشتم. شما پسرخاله ایشون هستید؟ نه، مادر من پسرخاله ایشون هست، من در حقیقت نوه‌خاله ایشون هستم. بله. ولی چون مادر پدر ایشون فوت کرده بود و من هم پیش مادر بزرگم خانم دریابگی بزرگ شدم و خانم دریابگی و خانم دیبا خیلی با هم نزدیک بودن، خواهر بودن، خیلی با هم نزدیک بودن و من در حقیقت بزرگ شدم با فرح خانم و با مادر ایشون و مادر ایشون در حقیقت، یعنی مادر بزرگ من نقش مادری برگردن من داشت و مادر و خانم فریده دیبا هم واقعا نقش مادری برا من داشت، چون نهایت لطف و محبت و بزرگی رو تا زمانی که ما با آقای رضا پهلوی دعوامون شد با هم داشت. شما دعواتون شد یا اون دعوا کرد؟ نه، ایشون حمله کرد. بله بله، ایشون وقتی به من در سال 89 حمله کرد، خب این مسائل دیگه تا سال 89 که من اون موقع در حدود 40 سالم بود، من خیلی نزدیک بودم به خانم فریده دیبا و خانم فریده دیبا هم حالا خدا ایشون رو بیامرزه بسیار خانم مذهبی بود و ما بارها با هم مکه رفته بودیم، به مشهد می رفتیم، به همین عتبات می رفتیم و خانم خوبی بود، خدا انشالله ایشون رو بیامرزه. حالا من برنامه امروز رو تخصص میدم به، یعنی تمرکز میکنم روی خروج شاه و من این 2 سال، یعنی 1 سال قبل از رفتن شاه از ایران و بعد از ایش تا زمانی که ایشون فوت کرد، همون جوری که تو کتاب من و خاندان پهلوی نوشتم، خب خیلی با ایشون بودم و به ایشون نزدیک بودم، خیلی نزدیکتر از بقیه سالها و این مسائلی که امروز برای شما تعریف میکنم و خب بیشترش رو حالا همه رو میگم کدوم رو از نزدیک دیدم و کدوم رو از نزدیکان یه دست اول شنیدم، اینها خیلی مستنده، یعنی اینها مسائلی است که من خودم از نزدیک دیدم. حالا اینا رو من برای شما شرح میدم، بعد دیگه قضاوت هم من همیشه گفتم که فقط با خداوند هست و
ما اینجا قضاوت نمی کنیم در مورد نه خودم نه دیگران، فقط حقیقت رو به همون صورتی که دیدم برای شما شرح می دم. حالا بحث رو اگه بخوایم شروع کنیم، اول از همه من فکر کردم باید برای بینندگان بگم الان یه برنامه هست که به نام معمای شاه که من اینو میبینم، ولی خب این مسائل رو از دید اونهایی که انقلاب کردن نشون میده، این کل مطلب نیست و حالا نمیدونم چقدر به حقیقت نزدیکه یا نه، اون رو هم حالا بعدا چون بحث امروز ما نیست من واردش نمیشه، ولی دید از دید اونهاییست که انقلاب کردن که لااقل یه خوبی داره که ما متوجه میشیم و ما میبینیم که انقلابیون چه ریختی فکر میکرد. حالا این مسائلی که شما امروز میشنوید از ضد انقلاب هست که من جزوش بودم و مسائلیست که در دربار بود و من از دید دربار و از دید دولت حاکم دارم صحبت میکنم. و اون چی که ما اول از همه برای اینکه بهتر همه چیز رو بفهمیم باید بهش توجه بکنیم این است که دولت و اونهایی که بر قدرت سوار بودن و دربار و اینها هیچ فکر نمی کردن که نظام شاهنشاهی میتونه سقوط کنه. اینها فکر می کردن که نظام شاهنشاهی چنان قوی هست که این بازی های سیاسی که با هم دیگه میکنن اثری درش نداره. مطلب دومی که بینندگان عزیز باید متوجه بشن این است که دور شاه دو گروه اساسی بودند. یک گروهی که طرفداران شاه بودند، با شاه بودند، مورد نظر شاه بودند و یه عده‌ای که با دور بر فرخانوم رو گرفته بودند، خانوم شاه رو، همین دختر خاله مادر من که من با ایشون هم خیلی نزدیک بودم تا زمانی که خودم با بعضی از کارهای ایشون مخالفت کردم، و اینها میخواستن که قدرت رو از دست دوروبری های شاه بگیرن. حالا تا زمانی که آقای علم زنده بود، وجود آقای علم به شاه این روحیه لازم رو میداد که بتونه جلوی فرخانوم و گروه اونها وایسه و اینها نقش اساسی خیلی مهمی نداشتن، یعنی دخالت میکردن ولی دخالتاشون محدود بود. حالا البته من در یه قسمت باید خودم رو تصدیق بکنم و اون این است که این گروه یکی از راههایی که میخواستن که بتونن قدرت رو در دست بگیرن این بود که آقای هویدا رو از کارش بردارن، یعنی از نخست وزیریش بردارن، و برای اینکه این کار رو بکنن این عقیده حزب رستاخیز عقیده شاه نبود، این عقیده آقای غلامرضا افخمی بود که ایشون هم الان اینجا در واشنگتن هستن و این از طرف گروه فرح به شاه به قول معروف معرفی شد این فکر، و این فکر هم بیشتر برای این بود که چون اگه قرار بود حزب ایران نوین بر سر کار بود، این آقای هویدا بر نخست وزیریش میموند و بقیه شانسی نداشتن که بتونن بیان و با اون حزب در رقابت باشه. برای همین با از بین بردن حزب ایران نوین و آوردن حزب رستاخیز تونستن آقای هویدا رو از نخست وزیریش بردارن، که اینم حالا مهمه در صحبتهایی که من امروز در خدمتتون میکنم. بعد از مریض شدن آقای علم و رفتن ایشون از وزارت دربار و آمدن آقای هویدا، گروه فرخانوم قوی تر شدن در دربار و هر روزم قدرتشون روز به روز بیشتر شد و در همین زمان فضای باز سیاسی هم در ایران شروع شد که حالا اونم دلایل مختلف داره که حالا من اینجا واردش نمیشم، و با باز شدن فضای سیاسی شلوغی ها شروع شد و شروع کردند به شاه. و در این زمان من رابطه بین آقای آیت الله شریعت مداری و شاه بودم، این زمانی که ما داریم صحبت، و در این موقع وقتی شلوغی ها شروع شد شروع کردن شاه رو متقاعد کردن، به خصوص از طرف فرخانوم و اطرافیانش که شما باید اجازه بدید این آزادی ها ادامه پیدا کنه، نباید مقابله بکنید با این شلوغی ها، برای اینکه بعد از 37 سال اختناق این یه مسئله عادی هست و
بعد از 37 سال یه مسئله عادیه و این رد میشه و این میگذره و این رو من از خود شاه هم چندین بار در اون مدت شنیدم. حالا آقای هویدا با این مسئله مخالفتی نمی کرد چون با سیاست خودش میخوند. آقای آموزگار که اون وقت نخست وزیر شده بود پیش من آمد و گفت احمد اون وقت تازه مثلا حالا تبریز و قم و اینهاش، قم اول، قم بعد تبریز شلوغ شده بود، در اون زمان بود طبعا قبل از عید سال 1357 و من گفت این شلوغی هایی که شده همه اینا رو آقای هویدا انجام میده و شما برو باهاش صحبت کن و بگو که نکنه، این کار درست نیست. من یادم در کیش بودم با خود شاه و آقای هویدا به عنوان وزیر دربار بود، من رفتم پیش آقای هویدا و یک ساعت باهاش بحث کردم، گفتم آقای هویدا نکن، این مسائل گسترش پیدا میکنه و مملکت از دست میره. ایشون من گفت احمد تو چه کار داری، بذار مردم آزاد باشن و در ایران دو نفر دوره هم جمع نمیشن. حالا ایشون این رو برای این میگفت که برای این که به شاه نشون، شلوغی ها بیشتر بشه، به شاه نشون بده که آقای آموزگار نمیتونه نخست وزیر خوبی باشه و او رو بردارن و هویدا رو برگردونن به نخست وزیری. حالا این با توجه به این است که همه اینا اصلا فکر نمیکنن این بازیایی که دارن میکنن میتونه کل نظام رو نابود کنه و فرح خانم اینا هم به خاطر اینکه خودشون قدرت پیدا کنن خب شاه رو تشویق میکردن که کاری نباید بکن. حالا من دو سه تا اصلا مثال میزنم. من اول تابستون 57 به شاه گفتم که اجازه بده من برم پیش آقای خمینی، چون هر روز ایشون آقای خمینی داشت قوی تر میشد، و با ایشون صحبت کنم. ایشون هم عراق بود اون موقع و شاه به من گفت که این حالا اول تابستون به من گفت که نه، این با این نشون دهنده ضعفه. همون تابستون من با شاه بودم در نوشهر، تیمسار صمدیان‌پور رئیس پلیس می اومد که گزارش بده به شاه. بعد از گزارشش من رو می دید و می گفت که آقا آقای انصاری شاه اجازه نمیده ما کارمونو بکنیم و اوضاع روز به روز داره خرابتر میشه و بس خرابه بره. و حتی اون سال تابستون حتی من اینها حتی اعلام حکومت نظامی هم در اصفهان کرده بودم. شاه میگفتش که در نوشهر که بودیم میگفت که من امسال بیشتر میتونم بمونم چون من کاری ندارم. یعنی هنوز روحیه خودش رو محکم داشت و قبول کرده بود که این مسائل رفع میشه، این مسائل میگذره. ما برمیگردیم از نوشهر به تهران و عید فطر میشه اون سال و یک دفعه شاه متوجه میشه که ده ها هزار نفر دارن میگن که مرگ بر شاه. این که شاه این که شنید، شاه این درست بعد از اون روز دیگه این شاه، شاه قبلی نبود. من هر دو روز این قبل و بعد شاه رو دیدم و در قبل از اون دارای روحیه بسیار قوی و بعد از اون دارای روحیه بسیار ضعیف. و شاه خودش رو باخت، شاه خودش رو باخت و بعد هم بارها به من گفت که اینا رو از خود شاه شنیدم که بعد از اون دیگه انجام هر کاری به خصوص در تبعید این رو به من گفت. گفت که بعد از اون، بعد از عید فطر یه متوجه شد که دیگه برای انجام هر کاری دیره، یعنی کاری دیگه نمیتونه بکنه. در همون موقع با باختنی روحی، با نامیدی که شاه داشت و با باختن روحیه، فرخانوم اینا بیشتر قوی شده و فرخانوم بیشتر مسائل رو در دست گرفت و گروه ایشون. و اولین شخصی هم که بیرون کردن تیمسار ایادی بود که دیگه شاه تنها شد و تحت اون شرایط روحی که داشت تصمیم گیری براش بسیار مشکل بود و هر تصمیمی هم که میخواست بگیره فرخانوم خونسا میکرد، که حالا من چند تا از اونها رو برای شما شرح میدم. برای مثال تیمسار اویسی و تیمسار امجدی هر دوشون برای من تعریف کردن که اینها زنگ میزنن به شاه، الهی مثلا ماه آبانه و مهر آبان، زنگ میزنن به شاه میگن تمام اینهایی که شلوغ میکنن، تمام اینهایی که این کارا رو میکنن، اینا هزار نفرن، یعنی اینهایی که در حقیقت برنامه میریزن، پول خرج میکنن، سازمان میدن، سازماندهی میکنن. ما همه اینا رو شناسایی کردیم و ما اینها رو همه رو بگیریم و یک شبه ببریم به جزیره قش، یا حالا یک در صورت اینها رو بگیریم ببریم قش و کسی هم خونی هم از دماغ کسی ریخته نشه تا به قول معروف تا مسائل بخوابه.
و شاه هم موافقت میکنه و یک رو بعدش فرح خانم زنگ میزنه به ستاد ارتش و میگه که هیچ وقت از این کارو نکنی، این رو خونسون. بعد قرار میشد که دولت نظامی تشکیل داده بشه، نه حکومت، نه حکومت نظامی که بود اون زمان، دولت نظامی تشکیل بشه و شاه به آقای الیاسی که نزدیک او بود میگه که برو به اویسی بگو که بیاد فردا به قول معروف نخست وزیری رو تحویل بگیره، که تا فرح میشنوه شروع میکنه با شاه دعوا کردن و عقیده او رو میزنه و در عوض اظهاری رو میاره و همون روز صبحش هم فرداش هم یک نطقی رو میارن به دربار آقای سید حسین نصر و آقای رضای قطبی و این هرچی شاه میگه که و این رو خود شاه و خود آقای معینیان که رئیس دفتر شاه هست برای من تعریف کرد. هرچی میگن که آقا این نطق رو بیارید، شاه میگه بیارید من یه دفعه ببینم قبل از این که بخونم، این رو نمیارن و آخر سر میارن دست ایشون میدن، ایشون این نطق رو میخونه و بعد هم میفهمه که اولا یه مقدار مقاومت نشون میده و باز تسلیم میشه و بعد میفهمه که چه کرده و بارها به جلوی من که در تبعید با شاه و فرح بودم بینشون دعوا شد که شاه دائما به فرح میگفت این چه کاری بود که با من کردید، این بزرگترین اشتباه تاریخ سیاسی من بود. و بعد از اون به قول معروف شاه همین گروه دائما تشویق میکردن که طرفدارای شاه رو بگیرن، از خود آقای حویدا گرفته داریوش و همایون نمیم نیکبه و همه اینا رو بگیرن و بعد تمام مخالفین رو آزاد کنن. آخه این چه جور جنگی است که شما میرید که طرفدارای خودتون رو میگیرید مخالفین خودتون آزاد میکنید؟ همه اینها از مواهب گروه فرح خانم هست. بعد از اون خلاصه اینا از ایران میرن و شاه در هر صورت اون موقع دیگه میخواست بره، حتی از همون ماه من فکر میکنم مهر میخواست بره و یکی از دلایلشون هم برای این بود که شاه دیگه کاری نبود، تمام تصمیمات رو فرح خانم میگرفت و فرح خانم میخواست بمونه، یعنی همون جوری که شرط دادم هر تصمیمی که شاه میخواست بگیره نمیذاشت و شاه در این زمان دیگه کاری نبود که بمونه، حالا از دید شاه نگاه میکنه و فرح خانم میخواست بمونه که شاه نگذاشت و اینها میان به مراکش. در مراکش هم شاه میبینه که هیچ کسی به این زنگ نمیزنه، نه آقای بختیار، نه تیمسارا، نه کسی به این زنگ نمیزنه و به آقای الیاسی میگه که این چیه که هیچ کی با من تماس نمیگیره، این حالا قبل از سقوط نظام شاهنشاهیست، میگه این چیه که کسی به من زنگ نمیزنه و آقای الیاسی میره از تلفنچی های دربار سوال میکنه و اونها میگن که اولیا حضرت دستور دادن که تلفنی رو به شاه وصل نکنیم، که بعد خود آقای الیاسی شاه رو میبره و تلفنچی ها همین صحبت رو به شاه میکنن، یعنی ارتباط شاه حتی با تیمسارا و اینها رو هم فرح خانم قطع کرد. حالا من اینو نشون میدم برای اینکه حقیقت روشن بشه، چون امروز فرح خانم اینا رو همه رو اصلا بهش توجه نمیکنه که این کار رو کی کرده، این انقلاب ایران رو باعث پیروزی این انقلاب ایران کی شده. البته نمیگم همه تقصیر اونه، ولی ایشون هم بی‌نقش نبود. و چیز دیگری که باز من اینجا دوست دارم بگم، متاسفانه شاه فقط فکر خودش رو میکرد و فکر اونهایی که بهش وفادار بودن رو نداشت و فقط میخواست خودش رو حفظ کنه و این خیلی بده. شما وقتی ناخدا یک کشتی هستی آخرین فردی هستی که باید از کشتی در بیای، نه اینکه اول از همه. و خیلی ها برگشتن به من گفتن که شاه نمیخواست که خون ریزی بشه، اعلیحضرت نمیخواست که خون ریزی بشه، ولی خب خون اونهایی که طرفداریشون بودن چی؟ خون اونها چیز نیست؟ خون اونها قبول نیست؟ خون اونها ارزش نداره؟ حالا این من در مورد حالا یه عده هم میگن که از من سوال کردن که آیا شما میخواستی که ایشون بزنه یا ایشون میخواستی که ایشون با قاطعیت عمل کنه؟ خب من میگم که بله، شما این دلیل تمام انقلاب ایران در یک جمله خلاصه میشه، قاطعیت عمل آقای خمینی و ضعف عمل شاه. حالا اگر شما حق هستید باید با قاطعیت عمل کنید، اگر هم حق نیستید اصلا نباید باشید و این تکلیف باید روشن میشه که حالا من در ضمن چون شاه به قانون اساسی عمل نکرد تا حق نبود دیگه.
و یه مطلب دیگر هم هست که از من سوال شده در مورد رفتن شاه، که من دوست دارم اینجا براتون بگم، و اون این است که من فکر میکنم که این تبعید که من در اون زمان خیلی هم با ایشون بودم، حالا اگر یه روزی دوست داشتید برنامه‌ای در اون مورد هم میتونیم صحبت بکنیم، این باعث شد که شاه توبه بکنه و از این دنیا بره. من همیشه شرح میدم که اتفاقاتی که در زندگی میفته رو باید به سه قسمت تقسیم کرد. هر اتفاقی رو، یکی اصل مطلبه، اصل مطلب خداونده، خداونده که زمین و آسمان ها رو خلق فرموده، خداونده که تمام مسائل رو لحظه به لحظه تدبیر میکنه، خداونده که خلقتش یه خلقت زنده است، و او اصل. بعد باطن مطلب، باطن مطلب این است که مثلا شما خوب بکنید به خودتون کردید، بد بکنید به خودتون کردید، در صورتی که در ظاهر ممکنه بد که میکنید به دیگری کرده باشید. حالا این اتفاقی که برای شاه افتاد، این باعث شد که ایشون به خداوند نزدیکتر بشه. برای مثال، ما قبل از این که مثالهایی که با شاه بودم قبل از انقلاب، خب من رو به عنوان مؤمن آل فرعون هم در زمین میشناختن در خارج از دربار، و من رو به عنوان مذهبی دربار اون جمعی که بودن میشناختن، و شاه منو که میدید میگفت احمد تو میدونی که من به خدا ایمان دارم، ولیکن اگر که تو میدونی که من به خدا ایمان دارم، ولی اگر که خدا نمیخواست فلان چرا اینجوری نمیشد؟ یعنی با خدا شوخی میکرد، همه دور بریا میخندیدن و منم جواب میدادم، بعد بهشون هم میگفتم نکنید، خدا دوست نداره. همه دور بریا میخندیدن، من یه نفره وایستاده بودم 40 نفر به میخندن و خیلی هم خوب خوش خود دوست نداشتم. اینمد انقلاب میشه، ما میریم به مکزیک، در اونجا من نشسته بودم و شاه در اتاق در کیرناواکا، و رضا وارد شد، فرزند ایشون، و خواست با خدا شوخی کنه، و شاه رفت در شکمش و گفت که با هر کی شوخی میکنی با خدا شوخی نکن، ببین چطور میشه. و این که برای این بود که بعد دائمان هم که شاه همیشه میخواست که من برم ایشون رو ببینم، ما راجع به مسائل مذهبی خیلی صحبت میکرد، و ایشون میخواست که، و معتقدم بود که مسئله‌ای که اتفاق افتاده مقدر بوده، و من فکر میکنم که این نقش اساسی در توبه شاه داشت و رفتن ایشون. و برداشت من اینه که این ارزش رو داره، یعنی ارزش آمرزش شاه به اندازه برای خودش بیشتر از سختی هایی بود که ایشون کشید. و من از حضرت عیسی نقل میکنم که ایشون میگه که چه فایده داره برای یک انسان که تمام دنیا رو به دست بیاره و روح خودش رو از دست بده. من یه مطلبی رو فراموش کردم، حالا قبلا باید میگفتم ولی الان براتون میگم، این است که من دو بار از شاه پرسیدم که شما چرا رفتی. یه بار در مکزیک بود، در مکزیک از ایشون سوال کردم که شما چرا، بله مکزیک بود، من از ایشون سوال کردم چون در من ایشون رو در مراکش دیدم، در باهاماز دیدم، در مکزیک میشد باهاش صحبت کرد، قبل از اون ایشون به از نظر روحی به قدری داغون بود که نمیشد باهاش صحبت. من اولین تا فرصت رو مناسب دیدم که میشه صحبت کرد، سوال کردم که چرا ول کردی اومدی، و ایشون به من گفت که منو میکشتن. منم برگشتم به ایشون گفتم این رئیس جمهور کره جنوبی رو ببینید، ایشون با مخالفتایی که کارتر باش میکنه او اصلا چیزی نداره، هیچ اعتنا نمیکنه و نشسته. کره شمالی یا جنوبی؟ جنوبی. بله. و چون شمالی که آمریکایی‌ها زوری روشون نداره. بعد ایشون برگشت به من گفت، هیچی نگفت، سکوتی. من از اونجا آمدم به اتلانتا، اونجا یه دفعه خوندم در روزنامه که همون رئیس جمهور که من بهش استناد کرده بودم در شام خصوصی که با رئیس سازمان امنیت خودشون دو نفره نشسته بودن، رئیس سازمان امنیت هفتیر رو در میاره و به ضرب گلوله رئیس جمهور رو میکشه. ولی خب من همیشه چیزم اینه که همونطوری که از یه افسر، از یه درجه دار، از یه سرباز انتظار میره که تا پای جونش وایسه و مبارزه بکنه، این انتظار از فرمانده کل قوا هست.
بعد دفعه بعدی که من از شاه سوال کردم در قاهره بود، حالا مثلا شاید یه ماه و نیم قبل از اینکه ایشون فوت بکنه، و ایشون هنوز حالش خیلی خوب بود. من تا روزی که ایشون رو با ما نماینده ایشون پیش آقای اویسی و بختیار و سعودی آمدم به فرانسه که یه ماه قبل از فوت ایشون بود، ایشون حالش خیلی خوب بود و من به ایشون سوال کردم، حتی میدوید اینم، من از ایشون سوال کردم که چرا رفتی؟ این بار ایشون به من عصبانی شد، گفت احمد چند بار به تو بگم که اگر من دیکتاتور بودم میزدم و تا زمانی که زنده بودم حکومت میکرد، ولی چون من پادشاه هستم نمیتونم که پادشاهی روی خون بنا گذاشته بشه. خب صحبت من با ایشون این است که البته اینو نگفتم ولی حالا میگم که شما اولا که ایشون دیکتاتور بود، حالا این که دیگه شاخ و دوم که نداری، و دو اینکه شما نمیتونید در زمانی که مملکت آروم دیکتاتوری کنید و وقتی مملکت در بحران یه دفعه دموکرات بشید. و در ضمن منم بازم میگم که در صورت خون ریخته شد و خون طرفداران ایشون ریخته شد و این که درست نیست. و این مطالبی بود که من به طور کلی دارم در مورد رفتن شاه که خدمتتون عرض کردم. حالا اگه سوال دیگری باشه من در اختیار هستم. خیلی ممنون. شما چند بار توی صحبتتون اشاره کردید گروه فرخخانو. من میدونم ماجرا چی بوده، ولی برای دوستانی که احیانا نمیدونن میشه توضیح بدید که این گروه چی بود، کیا بودن، حزبی بود، سازمانی بود، یا اینکه دفتر خانم فرع پهلوی شده بوده جایگاه این گروه؟ خب ببینید، این فرع خانم ما قبل از اینکه، حالا بعدش هم از من بوده ولی خب اصحار نمی کرد بونس، ایشون چپی بود به قول معروف. ایشون در فرانسه که بود اینها گرایش‌های چپی، حتی پدر من که رفته بود و ایشون رو در فرانسه دیده بود، حالا این زمان دانشجویه، حتی میگفت که یه نصیحتی به ایشون بکنید، ایشون خیلی به طرف چپ رفت. و اطرافی که دور ایشون بودن مثل آقای رضا قطبی که پسردایی ایشون هست که بعدم رئیس سازمان رادیو تلویزیون بود و رادیو تلویزیون هم نقش اساسی در سقوط یا پیروزی انقلاب ایران بازی کرد. برای مثال حالا این رو خود رضا برای من گفته که تو تلویزیون میبینه که نشون میدن دارن شاه رو میکشه، حالا وسط همین مسائل انقلاب، و میره به شاه میگه که مثلا پدر الان دارن نشون میدن شاه کشی یاد میدن به مردم تو تلویزیون، و ایشون میگه که برو به ننت بگو. البته ننت چون ایشون همیشه به مادران میگفت ننه، به منم بعضی وقتا میگفت خب ننت چطوره، یعنی مادرت چطور، و یعنی مسئله بی احترامی نیست. بعد من خودم میدیدم که وسط انقلاب رادیو تلویزیون داره فیلم ویوازاپاتا نشون میده، یعنی هر کی هم که هنوز معذرت میخوام به هنوز بشور و چیز انقلاب نیفتاده انقلاب بشه. همین نسخه که من صدای انقلاب شما رو شنیدم که آقای رضا قطبی آورده داده دستشو، این یکی آقای رضا قطبی بود که ایشون اصلا چفی بود، اصلا چیزم نمی کرد، قایم هم نمی. بعد آقای فریدون جوادی بود که اینشون هم چفی بود، و بعدم یه چیزی که بعد آقای غلام رضا افخمی بود که من چفی راستیشو نمیدونم ولی خب جزو این گروه بود، آقای احسان نراقی بود، تعداد زیادی بودن که دور فرخانوم جمع شده بودن و اینا هدفشون گرفتن حکومت بود، و اینا فکر میکردن که فرخانوم محبوبه و شاه منفوره و اگر شاه ضعیفتر بشه فرخانوم میتونه قدرت رو بگیره و اینا از طریق فرخانوم میتونن کارهایی که دلشون میخواد بکنن. دعوا سر ببینید، این یکی از چیزایی که من حالا در طول این مدتی که ما از ایران بیرون اومدیم و من خودم سالها میخواستم با جمهوری اسلامی بجنگم و بعد آقای رضا پهلوی به من حمله کرد و من مجبور شدم برم ایران که در صورت مسائل کاملا عوض شد. ولی حقیقت اینه که آیا ما برای پول و قدرت میجنگیم یا برای حق و حقیقت؟ این مسئله باید برای همه روشن بشه، و متاسفانه اکثرا دنبال قدرت هستن و قدرت رو به هر قیمتی میخوان به دست بیارن، و نتایجش هم متاسفانه عده زیادی آدم بیگناه این وسط کشته میشه.
حالا این گروه رو من تو این اتفاقا جوابیه‌ای که در آخرین مصاحبه‌ای که من و شما با هم داشتیم در 2013 در مورد جوابی که فرح خانم در اون برنامه تهران تا قاهره داده بود، من این گروه رو انقلابیون درباری می‌شناسم و اینها اکثرنشون بیدین، اصلا به خدا ایمان ندارن. خود همین آقای فریدون جوادی میومد اصلا به خدا، به وجود خدا حمله میکرد که فرح خانم خودش میومد به طرفداری من و دعوا میکرد بهش و میگفت که این حرفا رو نزن، من خوشم نمیاد. آقای انصاری اجازه بدیم به دوستان بگم که اون پاسخ احمد علی مسعود انصاری به خانم فرح هم در یوتیوب هست، هم توی گوگل میتونن اسم شما رو چه به فارسی چه به انگلیسی اگه بنویسن پیدا میشه. ضمناً در صفحه فیسبوک خود شما و در صفحه فیسبوک تلویزیون مردم هم هست. اجازه بدید من یه توضیح بیشتر بدم در رابطه با چپ بودن خانم فرح. اگر داستان رو مردم دنبال کنن میبینن که حتی قبل از ازدواج خانم فرح وقتی به صورت دانشجو برمیگرده به ایران برای تعطیلات، اگه اشتباه نکنم ممنوع الخروج بوده که بعد با به اصطلاح پادرمیانی بعضی ها این ماجرا حل میشه و بعد همون حتی به ازدواج به اصطلاح می انجامه. و این گروهی که شما میگید میشه بگید یه سری از همون همفکرایی بوده که با ایشون دانشجو بودن و اینها، بعد که این شده شهبانو آنها هم آمدند و مقامی رو گرفتن و فکر کردن خب حالا که ما اینجا هستیم شاه هم برای من خیلی عجیبه که چجور با اینکه 20 سال از خانم فرح بزرگتر بود، مسنتر بود، چجوری به قول معروف موم شده بود در دست ایشون، که البته بعضیا میگن خب این قدرت خانم ها هست. نه ولی آخه این در زمانی است جناب سوربی که براتون شرح دادم که شاه روحیه رو باخته. آها. دورش خالیه. آقای علم که خلاصه گفتم روحیه لازم رو میداد، بعد خود تیمسار ایادی، و حالا من چون با تیمسار ایادی هم خیلی نزدیک بودم، حالا نمیخوام خود و یه چیزی که من حالا اینجا دوست دارم شرح بدم، چون این چیزی که از تیمسار ایادی در این برنامه معمای شاه درست کردن از دید من اصلا درست نیست. تیمسار ایادی پزشک مخصوص شاه بود. بله. و این به شاه، اینا به شاه چیز بودن، چی میگن، اینا شاه رو دوست داشتن، به شاه حالا ما میگیم وفادار، ولی اینها شاه رو دوست داشتن. و من دعواهایی که بین من و همین آدمای بی خدا، یعنی واقعا اصلا آدمای کافر میشد، تیمسار ایادی میامد در چیز من، یعنی مدافع اسلام در اون موقع در دربار تیمسار ایادی بود. تیمسار ایادی بهایی بود ایشون. بله. ایشون بهایی بود. بله. ولی در دعواهایی که من با این میگم کفار، چون واقعا اصلا به خدا ایمان ندارن، اصلا صحبت مسلمون و مسیحی و باهایی و اینا نبود. بله آقای میشد تیمسار ایادی که باهایی بود میامد از منی که مثلا مؤمن این دستگاه بودم دفاع میکرد. بسیار عالی. شما از آقای به نام الیاسی صحبت کردید، من ایشون رو میشناسم اون موقعی که اینجا بیزینس داشتن و سنگ مرمر و اینها، بعد فکر کنم رفتن فلوریدا. ایشون هستن دیگه هنوز نه؟ بله بله ایشون هستن. اسم کوچیکشون چی بود؟ محمود. آقای محمود الیاسی. محمود الیاسی. ایشون خیلی از طرفداران شاه بود و هست. اجازه بدید برای دوستان توضیح بدیم که حتی وقتی که شاه یک آبی رو مثلا میخورده، قبلش باید آقای الیاسی امتحان میکرده، درست میگم، که ببینن این مسموم نباشه. شاه سنگ داشته، مثل اینکه سنگ کلیه داشته. بله. و برای اینکه این سنگ رد بشه آب ویشی میخورده. بله بله. آب می آوردن که این رو بخوره که این باعث بشه این سنگ رد بشه. و هر دفعه که یک بطری رو باز میکردن، حالا میخواید کل داستان این مسئله رو شرح بدم یا چون یه مقدارشو گفتم ولی کامل نگفتم، هر وقت که این چیز رو باز میکردن، هر وقت که این بطری رو باز میکردن، این رو دیگه شاه از همون بطری به خاطر مسائل امنیتی دوباره نمیخورد. و این رو میذاشت آقای الیاسی توی یخچالی که این مثلا صحبت این مسئله‌ای که میکنیم در مراکش است و این قبل از سقوط نظام شاهنشاهی است. بعد از اینکه این مسئله تلفن پیش میاد، مسئله‌ای که آقای الیاسی شاه رو میبره، چی میگن، شاه رو میبره پیش تلفنچی ها و تلفنچی ها به شاه میگن که فرح خانم، یعنی اونا که اولیا حضرت میگن، هر مجستی یا سه مجستی یا هر چی که من چون فرانسه بلد نیست، میگن که این فرح خانم بوده که بهشون دستور داده که تلفنی به شاه وصل نشه. این آقای الیاسی میاد تو اتاق خودش و یک دونه از این آبایی که از قبل باز شده بوده رو میگیره میخوره
و میفته و میره به حالت اغما و شاه سوال میکنه که الیاسی کجاست، بیاد که من کارش دارم. که توی میگن که نه، همین فرخانوم میگه که به قول از قول آقای الیاسی من تعریف میکنم، میگد که میگن که این خابیده و کارش نداشته باشید. و بعد خود شاه میگه این موقع خواب او نیست، میان تو اتاقش میبینن این افتاده در حالت اغما و شاه باز میکنه میگه این مسموم شده، زود زنگ بزنید بیان ببرنش. که بعد میان میبرن و معلوم میشد که ایشون رو مسموم کردن. بسیار عالی. شما یکی دو بار در رابطه با زنگ زدن و تلفن زدن و تماسا رو نگذاشتن به اتاق شاه یا به تلفن شاه صحبت کردید. من چون چندین مصاحبه با آقای حیدرعلی شهبازی مامور محافظ، خدا بیامرزه، خدا رحمت کنه ایشون، مامور محافظ شاه و حتی مامور و معلم کاراته یا تکواندو رضا پهلوی هم صحبت کردم، ایشون هم همینو گفت. ولی حالا بیایم یه سوالی کنیم به عنوان کسی که هم من متأهلم هم شما. میشه بگیم که مثلا خانم فرح پهلوی به خاطر اینکه میخواسته شاه که حالش هم بد بوده و مریض بوده و به قول شما اینجوری هم روحیهش باخته بوده و میخواسته یه مقداری دور باشه از این اوضاع که زیادتر نگران نشه، یا اینکه واقعا شما فکر میکنید ایشون این سانسور رو گذاشته بوده که قدرت رو خودش در دست داشته باشه؟ نه، ایشون که قدرت رو مردم براتون شرح دادم. بله، که ایشون آمده جلوی این که مخالفین رو بگیرن به برنگش رو گرفته، این که دیگه این رفتی دیگه، یعنی هست دیگه. هم تیمسار اویسین رو میگفت، هم تیمسار امجدی و هم تیمسارهایی که الان هنوز زنده هستن میتونن بیان شهادت بده. و من اینو در کتاب خودم در سال 1991 من و خاندان پهلوی نوشتم، هیچ کس هم اعتراض نکرده. یعنی الان 30 سال، نمیم 30 سال هست، نمیم چند سال، از 91 تا حالا. اجازه بدین من باز اینجا یه چیزی اضافه کنم. شما تو این کتابایی که نوشتید، من و رضا، من و خاندان پهلوی، همه مستندات دادگاه بوده و اینها، و همیشه هم گفتید هر کسی اعتراضی داره، جایی فکر میکنه من دروغ نوشتم یا دروغ گفتم، بیاد جلو. تا حالا من شما را از سال 2001 میشناسم، 15 سال تقریبا، الان 16 ساله، تا امروز کسی نیومده جلو. تنها افرادی مثل این دوست اون آقای افشین که پیام گذاشته و من دیدم پیامش تکراریه، همون حرفای همیشگی که نمک و نمکدان و باید محرم اسرار باشیم و نه، آقا قرار نیست من محرم اسرار یک کسی باشم که اون قرار بوده قرار بوده وظیفه‌شو انجام بده، وظیفه‌شو انجام نداده. و شما چقدر قشنگ توضیح دادی. آقا شما میگی من دیکتاتور نیستم، شما موقعی که آرام بود مملکت دیکتاتوری کردی، حالا که اگر یکم دیکتاتور باشی ممکنه نجاتش بدی، حالا برای ما دموکرات شدی. در صورت افرادی مثل آقای افشین اگه دوست داشته باشن میتونن خودشون برنامه بگیرن، کتاب شما هم داره، ایشون بیاد بگه صفحه مثلا 36 که ایشون مدرک دادگاه فیرفاکس رو نشون میده، آقای رضا پهلوی در یک جلسه دادگاه با وجودی که قسم خورده بوده 20 تا دروغ نگفته. بعد مردم قضاوت میکنن. اینم از این. و اما درباره نطق معروفی که شما گفتی که شاه در تلویزیون خوند و بعد هم فهمید که چه کرد و چندین بار هم در حضور شما دعوا کرده، دوستان این ویدیو موجوده، اگر ویدیو رو نگاه کنید متوجه میشید که شاه اولا داره از روی نوشته میخونه، دوم اینکه شاه اصلا کامفورتبل نیست، یعنی راحت نیست وقتی میخونه، هی مثل که هی که میخونه هی میفهمه ای من چی دارم میگم و اینها. و بعدش هم که میگن بعد از اون که به اصطلاح دوربین از روی ایشون رفته، گفته این چی بوده، این چی نوشته، اینها که شما گفتید مسئولینش آقای حسین نصر بودن که اینجا الان دکتر حسین نصر استاد دانشگاه هستن، یکی دیگه آقای جوادی گفتید؟ نه، آقای رضا قطبی. آقای رضا قطبی همونه که رئیس رادیو تلویزیون هم بود؟ بله، به ایشون پسردایی فرخانوم، فامیل خود ما هست. بسیار عالی. پسر آقای محمدعلی قطبیه. آقای انصاری، آقای محمود، می‌بینید فرخانوم با ایشون بزرگ شده. بله بله. بعد در پاریس با هم بودن، بعد و بعد خود ایشون، خب من با ایشون خیلی صحبت کردم، من ایشون هم دیدم، ولی خب ما از نظر فکری خیلی از هم
فاصله داشت خیلی. بله. برگردیم به آقای محمود الیاسی. بله. ایشون ماسور یا ماساژور شاه بودن یا محافظ شاه؟ چون بعضی جا اول جزء مامورین مخصوص بود. بله بله. البته اینایی که من الان یادم میاد دیگه، ولی چون من خب با ایشون ما همه اینا رو قربان الان دیگه، من الان 68 سالمه، من از 15 سالگی همه اینها رو شب خیلی باشون بودم، نه اینکه یه ذره دو ذره، به خصوص تا انقلاب و بعد از انقلاب و خیلی خب مسائل از نزدیک دیدم، نه اینکه جای خونده باشم یا کسی گفته باشه. و آی الیاسی اول جز مثل خود آی شهبازی جز مامورین مخصوص بود، بعد یه آقایی رو بود که با شاه رو مسائل خصوصیش انجام میداد، ایشون فوت میکنه، آقای بگلیک یه همچین چیه الان درست یادم میاد، بگلو آقای بگلو، ایشون فوت میکنه، بعد آقای الیاسی جای او رو میگیره و میاد میشه کسی که کسی بوده که خیلی نزدیک به شاه بوده، کاراشو انجام میداده، لباساشو درست میکرده، ماساژش میداده، ورزش میکرده باهاش، متوجه هستید؟ بله. و بعدم شاه بعضی وقتا که پیغام های خیلی خصوصی داشت، خب به آقای الیاسی میگفت که برو و این پیغام رو بده، برو مثلا با دکتر رام بگو که یه پولی به ما بدن، ما بی پول از ایران نریم، مثال میادم شد. پس آقای الیاسی میشه گفت اصلش مثلا ارتشی بوده، استخدام بله بله، ایشون جزء گارد شاهنشاهی بوده. آها بله، بسیار ممنونم آقای الیاسی. اگه صدای منو میشنوید، چون ما یه مقدارم از دور با ایشون آشنا هستیم، ایشون هم مرد بسیار بسیار بله. بسیار خوبیه. اگر یه وقت، ولی هیچ وقت من ندیدم مصاحبه ای تو تلویزیون ها انجام بده. نه، ایشون سکوت کرده و بله. حقیقت مطلب این است که حالا اینو من دیگه میگم، شاید حالا این وقتی که ما اینها میان به خارج و خب دو نفر بودن که از شاه رو کمک میکرد، یعنی به شاه میرسیدن شخصا، یکی آقای پورشجاع بود که فوت کرد، یکی آقای الیاسی بود که آقای الیاسی به شاه نزدیکتر بود چون شاه نسبت به آقای پورشجاع رو، آقای پورشجاع اول کارهای فرخانوم هم میکرد و از تفتیش فرخانوم پیش شاه رفته بود، حالا نمیخوام، انسان بسیار خوبی هم بود آقای پورشجاع، هم انسان بسیار خوبی. این آقای پورشجاع همون نیست که نوشته های چیزی را مینوشت برای آقای رضا پهلوی و اینا، یا اون سرهنگ شد سیمسار شجاعی یه چیزی اینجوری؟ نه پورشجاع فرق میکنه. خب ببینید شما چون مدت زیادی خانم دیبا بله میداد به آقای پورشجاع و آقای شاه نظر که دوتا مامور مخصوص فراخانم بودن که ما رو ببرن متلقو. چون شما مدت زیادی هست نیامدید، منم که این همه با شما بودم و خاطرات و خوندیم و کتابتون اینا، باز فراموش کردم. این خودش دلیلی میشه که شما هر از مدتی با دوستان باشید. شما چون گفتید سوال، آقای چمنارا چند تا یا چهار تا مثل که بخش فرستادن، شما خوندید اونا رو؟ بله من خوندم، به ایشون هم جواب دادم، ایشون بیشتر میگن که این صحبت هایی که تو میکنی خب همه میدونن و لطف هم کردن و میگن تو آدم صادقی هستی، ولی مهم در اینه که شما بگید که بین آقا، اینی که من میفهمم، حالا من یادم نیست، ولی برای ایشون جوابی داده بودم با همون تو فیسبوک. بله. که به ایشون میگه که ایشون صحبتی رو میکنه که درسته و اینو من از خود شاه هم شنیدم، در که قبل از اینکه شاه میخواست از ایران بره، میخواست حکومت رو بده به دست یکی از افرادی که در جبهه ملی هستن و اول با آقای صدیقی صحبت میکنن و ایشون میگه که شاه باید در ایران بمونه، چون اگر شاه از ایران بره ارتش از هم میپاچه. و درست هم میگفت دکتر صدیقی، درست میگفت اینو. بله و شاه آقای صدیقی درست و شاه قبول نمی کنه و آقای بختیار میاد میگه نه من شرطم این است که شما برید، که اون رو دیگه همون بود که شاه میخواست، که الان شایعاتی هم ساختن. مثلا شاه صحبت میکنیم، یکی از رئیس تشریفات دربار فردی بود به نام آقای بختیار، حالا من اسم کوچیکش یادم رفته، اون خودش چندین بار به من گفت که از ماه مهر شاه همش منو میخواست، میگفت این پاسپورت من کو، پاسپورت سیاسی داشت شاه و دنبال پاسپورتش بود. در نتیجه این نیست که مثلا میگن که نمیدونم آمریکایی‌ها گفتن برو فلان اینا، نه خودش هم میخواست بره و دلیل اصلیش هم این بود که فکر میکرد دیگه دیره، کاری نمیتونه بکنه و بعدم هر تصمیمی هم که میگرفت فراخانوم خونسا میکرد. حالا من مطالب خیلی زیاد دیگری دارم که به این نتیجه رسیده بود که زورش هم به فراخانوم نمیرسه
در نتیجه و من خودم، حالا من یه چیزی به شما عرض میکنم که خیلی، من خودم همیشه میگفتم اگه من فکر میکردم که شاه در قدرت نیست و فرخانوم داره حکومت میکنه، من خودم فرار میکردم. نه برای اینکه اینها میخواستن که نظام شاه حتی سقوط بکنه، برای اینکه اینا بلد نبودن. مملکت داری کار آسونی نیست، مملکت داری موزه درست کردن و رفتن پیش جزامی ها و اینا نیست، این خیلی خیلی مشکل تره و اینها اصلا این کاره نبودن. اینا اومدن قدرت رو گرفتن و تحویل دادن. بسیار عالی. آقای چمنارا یه چیزی جالبی نوشته در رابطه با همین مملکت داری، شاید الان مناسب باشه با این گفته شما. ایشون نوشته شاه قلبا ایران را دوست داشت و فکر میکرد که کار درستی میکنه. کار شاه به مانند کودکی بود که از روی عشق و علاقه به مادرش میخواهد در آشپزی به مادرش کمک کند، ولی وقتی که میخواهد ظرفا را از بالای گنج بیاورد همه رو میزنه و میشکنه و اینها، مادر مهربان به اون میگوید عیبی ندارد عزیزم، ولی بعدا به من بگو چون قدم بلندتر از ظرفا را میآورد. در صورت آقای چمنارا اگر شما هم صحبتی دارید در این مورد میتونید یه بار تماس بگیرید با آقای احمدعلی مسعود انصاری، ایشون رو دعوت کنید و با هم گفت و شنودی داشته باشید. یکی دیگه از دوستانی که صاحب اجازه بدید من فقط یه چیزی هم در جواب اینجا بگم. ببینید، در این که شاه ایران رو دوست داشت منم شکی ندارم. حالا البته من چند تا پرانتز داره که نمیخوام حالا چیز، ولی میگم شاه تمام هم به خودش گذاشت روی پیشرفت اقتصادی و پیشرفت نظامی و به پیشرفت فرهنگی اجتماعی سیاسی اصلا توجهی نکرد. حالا این رو سر به شما اتفاقا خیلی هم درست، و این عدم توازن بین اینها مسائل از بین برد. و یکی دیگه همین صحبتی که من از حضرت عیسی عرض کردم خدمت شما، و اون اینه که ایشون میگه که چه فایده داره که انسان تمام دنیا رو به دست بیاره ولی روح خودش از دست بده. و در اینجا روحی که مردم ایران دوست داشتن استقلالشون بود. مردم ایران دوست ندارن که مملکتشون تحت نفوذ خارجی باشه. و جالب همین استقلال شد شعاری که به اصطلاح استقلال آزادی، بعد اون جمهوری اسلامی و اینها. یعنی حالا ازش... یه سوال دیگه پیش میاد که حالا من دیگه ندار صحبت میکنم چون ما که ندار. ببینید، این درسته که شاه ایران رو دوست داشت، درسته که شاه عظمت ملت ایران رو دوست داشت، ولی ملت ایران آدم حساب نمیکرد. آها، شما چون در صحبتایی که با هم بودید و نزدیک بودید این رو به اصطلاح شاهد بودید و شنیدید. دیدم که و دلیلم داشت، و اینم همش تقصیر شاه نیست، به خاطر اینکه ملت ایران از بس خودشو کوچیک میکنه، از بس خودش رو مزرعه، اینهایی که دور شاه بودن به قدری همه تملق میگفتند و به قدری خودشونو کوچیک میکردن و بعدم همدیگه رو تو میفروختن. متوجه عرض من هست؟ خب اینا رو شاه میدید. خب آقای انصاری دوست خوبمون آقای پتیک سوال میکنه که اگر آقای انصاری اطلاعاتی در مورد بحرین و سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا دارن لطف کنن به ما بگن. بعد ایشون سوال کرده ضمناً کدام بهتر است، سه تا جزیره یا بحرین یا هر دو، که من براشون نوشتم هر چهار تاشو اگه داشتیم. یه دفعه آقای آریانپور صحبت کردن که اون جزایر رو وقتی که دادن فکر نمی کردن که نفتی داره، سرمایه‌ای داره، ولی بعدن ثابت شد که داره. هیچ وقت با شاه در این مورد صحبت شده بود در مورد بحرین؟ نه، این مسئله وقتی اتفاق افتاد که من نبودم، مثلا اینجا درس میخوندم و این کار رو آقای اردشیر زاهدی در حقیقت انجام داد. ولی اینجوری باید نگاه کنیم که ما نه اون سه جزیره رو در اختیار داشتیم و نه بحرین رو. بله، یعنی اینا همه ادعا بود. و خب این بد نیست که شما به قول معروف شاه کاری که کرد ادعا رو بحرین رو داد و سه تا رو گرفت، یعنی یه نقدی گرفت، نصیه رو ول کرد. حالا اینی که ما بدونیم که آیا این کار درست بوده یا نه، خدا میدونه. خب درستش این بوده که همه رو ایران میگیره، ولی خب نمیدن که مثلا های بشینیم. حالا این میتونست که همه رو ندن، میتونست که لاقل ستا رو گرفتیم یکی رو دادیم، یا میتونست که به قول من خب درستش این بود که هم بحرین و هم سه جزیره رو بگیریم، ولی خب این یه ادعا بود، این در اشغال ایران نبود که در کنترل
ایران نبود. بسیار ممنونم. میبینم که اونجا سر صدایی هست، هر وقت شما مایل باشید میتونیم برنامه امروز رو پایان بدیم، ولی اگه مهلت داشته باشید من امروز هستم تا یه ساعت و نیم و اینها، اگه بخواید برید من اینجا هستم و شما میتونید. اگر اجازه بدید ما امروز این برنامه رو قربان اگه سوال دیگری نیست خداحافظی کنیم و من دوباره میام خدمتتون هر وقت خواست. بله دیگه این بار قول گرفتیم ازتون و به زودی من در اختیارم، به شرط اینکه دوستان فکر کنن صحبتایی که من میکنم ارزش شنیدن داشته باشه. حتما اینجور هست و من در حین برنامه فیسبوک شما رو نشون دادم، الانم باز نشون میدم، همین جوری که اسمتون نوشته میشه احمد علی مسعود انصاری، فقط مسعود دو تا اس باید بذارن و اگه مشکلی هم بود با من تماس بگیرن، ما اینجا شماره تلفن و تکست و ایمیل رو هم فرستادیم و آقای انصاری هم از روز اولی که من با ایشون آشنا شدم و قبول کردم که باشون مصاحبه کنم، اون موقع تلفن ها باز بود، ایشون حاضر به پاسخ دادن بودن. بارها من از آقای رضا پهلوی دعوت کردم، حتی با اون خانم وفایی صحبت کردم، به صورت زنده ویدیوهاش موجود هست و اونها بودن که هیچ وقت نیومدن. برای دوستانی هم که میگن خب اینا رفتن دادگاه و در دادگاه آقای انصاری باخته و ایشون باید به قضاوت دادگاه سر تعظیم کنه و به اصطلاح دیگه حرفی نزنه، برید دوستان ببینید که توی آمریکا تا حالا چندین نفر در همین دادگاه ها براشون مثل بیدادگاه بوده و به مرگ متهم شدن، یه عمر در زندان بودن، بعدن معلوم شده که اصلا اینا بیگناه هستن. در صورت اگر آقای رضا پهلوی میدونست که آقای انصاری این چیزایی رو که داره میگه دروغ هست و مستند نیست، باور کنید ایشون هیچ کوتاهی نمی کرد که بیاد و صحبت کنه و با به قول آقای انصاری میگه من زبان فرانسه نمیدونم، ایشون که مثل بلبل 7-8 تا زبان میدونه میومد صحبت میکرد. آقای انصاری من از شما ممنونم و باز هم باهاتون تماس میگیرم، در برنامه‌های آینده با شما باشیم. همینجا باز به بینندگان میگم چه روی فیسبوک چه روی تلویزیون مردم این بایگانی باقی میمونه و شما سوالاتتون رو بنویسید، تا اونجایی که آقای انصاری بدونن پاسخ میدن، اونجایی هم که نمیدونن میبینید به چه قشنگی میگه من نبودم در موقع زمان بحرین و اینها، اون 1341 یا 40 بود اگه اشتباه نکنم، هم شما خیلی جوانتر بودید هم در ایران مثل که نبودید و تحصیل میکردید. من ممنونم از شما، شما اگه صحبتی دارید با بینندگان بفرمایید. من فقط دوست دارم که هم از خدا رو شکر میکنم و از شما و بینندگان ممنون هستم و دوست دارم این برنامه رو با یه آیه از قرآن که به هم آمده به قول معروف این رو بخونم و این دعا رو بکنم. این آیه هست سوره یونس آیه 85 که در این آیه خداوند میفرماید پیروان موسی نیز همه گفتند ما بر خدا توکل کردیم، بار الها ما را دستخوش فتنه اشرار و قوم ستمکار مگردان. و من انشالله که ما همه به خدا توکل داشته باشیم و دعا کنیم که ما را دستخوش فتنه اشرار و قوم ستمکار نگردون. من بازم تشکر میکنم، خدا پشت و پناهتون باشه، خدا یار و نگهبانتون باشه و انشالله هر وقت دوست داشته باشید و خدا اجازه بده من در خدمتتون هستم. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم روزهای بهتری در انتظارتون باشه. خیلی ممنون که با شما برم، خدا پشت و پناهتون، خدا نگهدار. خدا. خب دوستان عزیز، با آقای احمد علی مسعود انصاری بودیم، ایشون استاد دانشگاه ملی در زمان شاه و مشاور شاه بودن و ضمناً اینجا و کشورهای دیگه هم مشاور آقای رضا پهلوی بودن، تا روزی که آقای رضا پهلوی به خاطر پول و به قول آقای انصاری به خاطر قدرت از ایشون شاکی شدن و تمام مدارک در دادگاه‌های این منطقه هست، میتونید اونها رو خودتونم پیدا کنید و با هم به اصطلاح در این باره صحبت کنیم. ممنونم از یکایی که شما عزیزان برنامه های تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید و پی میگیریم. حالا که فرصتی پیش آمده، من امروز 2 ساعت زودتر شروع کردم، شاید 1 ساعت دوم رو خودم با شما باشم. تا چند دقیقه دیگه برنامه سربی با مردم روز چهارشنبه به اصطلاح اجرا میشه. خیلی ممنون، تلویزیون مردم رو لطف کنید به دوستانتون معرفی کنید. مرسی.